روابط دو کشور ترکیه و مصر پس از سقوط محمد مرسی همواره با تنش و سردی دنبال شده. طبیعی هم هست، موضوع روشن هستش. آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر دولت ترکیه روابط بسیار نزدیکی با آقای محمد مرسی در مصر داشته. به هر حال هر دو دولت، چه در مصر و چه در ترکیه، از یک پایگاه حزبی با گرایش های اسلامی برخوردار هستند و به هر حال روشن هستش که پس از سقوط دولت آقای محمد مرسی، دولت ترکیه نسبت به این موضوع حساس باشه و واکنش نشون بده. در تمام این مدت پس از روی کار آمدن دولت جدید در مصر، دولت ترکیه نتونسته روابط مناسبی رو با این دولت برقرار بکنه، چرا که همواره این دولت رو یک دولت کودتایی نامیده. خود آقای رجب طیب اردوغان بارها اعلام کرده که خواستار آزادی آقای محمد مرسی از زندان و بازگشت اون به قدرت شده و اعتقاد داره که آقای محمد مرسی همچنان رئیس جمهور مصر هستش. با وجود چنین تنش هایی و افزایش این تنش ها در ماه ها و هفته های اخیر، نهایتا شنبه گذشته وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که سفیر ترکیه رو از این کشور اخراج میکنه. دلیل اون هم اعتراض به سخنان اخیر آقای رجب طیب اردوغان هستش. آقای رجب طیب اردوغان در سفر اخیر خودش به روسیه اعلام کرد که وقایع اخیر در مصر در برخورد با معترضان مسالمت جو بدترین نوع کشتار در نوع خودش در مصر بوده و یک بار دیگه دولت جدید مصر رو یک دولت کودتایی نامید. اما در مقابل، در واکنش به اقدام دولت مصر، دولت ترکیه هم در واقع واکنش نشون داده. از جمله خود آقای رجب طیب اردوغان اعلام کرده که ما نمیتونیم احترام برای کسانی قائل باشیم که با کودتا سر کار اومدن و موضع ما علیه مردم مصر نیست، بلکه در واقع موضع ما علیه کودتاگران هستش. قبلا هم آقای رجب طیب اردوغان به نوعی در واقع همبستگی خودش رو با هواداران آقای محمد مرسی، با در واقع نشان دادن علامت رابعه در ترکیه اعلام کرده بود. اما از طرف دیگه آقای عبدالله گل ریاست جمهوری که همواره در مناقشات منطقه یک موضع معتدلی رو داره، اعلام کرده که وضعیت به وجود اومده که در روابط دو کشور یک وضعیت موقت و گذرا هستش و ابراز امیدواری کرده که این وضعیت بهبود پیدا بکنه. از طرف دیگه آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه هم گفته که مسائل قابل حل و فصل هستند و این وضعیت تغییر خواهد کرد و گفته که دوستی مردم ترکیه با مصر یک دوستی ابدی هستش. اما با وجود این اظهار نظرها، به نظر میرسه که دولت ترکیه بر اساس اصل مقابله به مصر واکنش مشابهی رو به رفتار دولت مصر در اخراج سفیر این کشور نشون بده.